هزار و یک شب. چون شب 386 برآمد، حکایت حاکم و به امر الله و مهماندارش. و از جمله حکایت ها این است که الحاکم و به امر الله روزی از روزها با خادمان خود سواره می رفت، به باقی بگذشت و در آنجا مردی را دید که خادمان و غلامان بر او گرد آمده اند. خلیفه از ایشان آب بخواست، خلیفه را آب دادند. پس از آن گفت: تمنای من از خلیفه این است که مرا بنوازد و در این باغ فرود آید. خلیفه با خادمان خود گفت: در آن باغ فرود آمدند. آن مرد 100 بساط و 100 بستر و 100 متکا و 100 طبق میوه و 100 ظرف حلوا و 100 ظرف شربت‌های مسکر حاضر آورد. خلیفه الحاکم و به امر الله از این کار شگفت ماند و به او گفت: ای مرد، مگر تو آمدن ما را دانسته بودی که اینها را از برای ما مهیا کردی؟ آن مرد گفت: لا والله ایها الخلیفه، آمدن شما را نمی دانستم. من مردیم بازرگان و از جمله رعیت‌های تو هستم، ولیکن 100 زن دارم. چون خلیفه مرا به فرود آمدن در این مکان بنواخت، من به نزد هر یک از ایشان رسول فرستاده چاشت خواستم. هر یکی از ایشان 1 فرش از فرشهای خیشتن و 1 ظرف خوردنی و نوشیدنی از جمله خوردنی ها و نوشیدنی های خیشتن بفرستادند، از آنکه هر یکی از ایشان هر روز به هنگام چاشت 1 طبق میوه و 1 طبق حلوا و ظرفی طعام و ظرفی شراب از برای من بفرستند و همه روزها چاشت من همین است. آنگاه خلیفه الحاکم و به امر الله شکر خدای تعالی به جا آورد و گفت: منت خدای را که از رعیتهای من کسی را چندان مرفه الحال کرده که خلیفه را با سپاه او بی این که تدارکی فراهم آورد مهمان تواند کرد. پس از آن فرمود: آنچه که در بیت المال در آن سال درم سکه‌دار جمع آورده اند بدودهند و سوار نشد تا این که مال حاضر آوردند و به او بدادند. 703 هزار درم بود. پس خلیفه به آن مرد گفت: اینها را از برای خود صرف کن که تو را مروت و جوانمردی بیش از این هاست. پس از آن خلیفه سوار گشته بازگشت. حکایت انوشیروان و دختر دهاتی. و از جمله حکایت ها این است که ملک عادل انوشیروان از برای نخجیر سوار شد و در پی آهو از لشگر جدا ماند. در آن هنگام که او از پی نخجیر همی رفت، دهکده‌ای پدیدار شد و او را تشنگی غالب بود. روی بدان دهکده کرد و به در خانه ای ایستاد و از خانگیان آب بخواست. در حال دخترکی به در آمد، چون او را بدید به خانه بازگشت و از برای ملک 1 نیشکر بفشرد و او را به آب بیامیخت و به قدحی گذاشت، چیزی معطر شبیه خاک به میان قدح بریخت. پس از آن قدح را به ملک بداد. ملک به قدح
نظاره کرده در او چیزی دید که شبیه خاک است. پس ملک از آن آب کم کم بخورد تا آب قدح تمام شد. پس از آن با دخترک گفت: خوب گوارا بود اگر این خاک نمی داشت، از اینکه این خاک او را ناصاف کرده بود. دخترک گفت: ای مهمان عزیز، من به عمد او را ناصاف کردم. ملک گفت: از بهر چه این کار کردی؟ دخترک گفت: من دیدم که تشنگی بر تو چیره گشته، اگر این شبیه خاک در او نبودی تو او را به یک دفعه می نوشیدی و تو را ضرر می رساند. ملک عادل نوشیروان از سخن آن دخترک و بسیاری عقل و جودت ذهن او خیره ماند و به او گفت: این شکر از چند نی فشردی؟ دخترک گفت: این همه از یک نی فشردم. انوشیروان را عجب آمد و صورت خراج آن دهکده بخواست. خراج آن دهکده را اندکی یافت. در دل بگرفت که چون به سمت مملکت بازگردد به خراج دهکده بیفزاید و با خود گفت: در دهکده‌ای که از یک نی چندین آب فشرده شود چگونه خراج آن به این قلت خواهد بود؟ پس از آن ملک به نخجیرگاه رفت و هنگام شام بازگشته به در همان خانه بگذشت و آب بخواست. همان دخترک به در آمد، ملک را بشناخت و به خانه بازگشت که از بحر او آب بیاورد. آمدنش دیر کشید. انوشیروان شتاب کرد. چون دختر بیامد به او گفت: از بحر چه دیر کردی؟ چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. به روایت شهرزاد فتوحی، تنظیم از مجتبی میرسمیعی.